درود عزیزان دل دکتر شبیر زنان و مردان همزبان و شریف در این ویدیو میخوام خطرناکترین غذا در ایران و جهان رو به شما معرفی کنم چند روز پیش ویدیویی از دکتر معروف آمریکایی اریک برگ دیدم و خواستم مواردی که ایشون در اون ویدیو گفتن رو با دانسته های خودم جمع ببندم و تقدیم شما عزیزانم کنم این ویدیو در کنار افزایش سلامتی برای شما یک سرگرمی هم خواهد بود و ذهن شما رو به چالش خواهد کشید اینطوری که من خصوصیات این غذا رو بهتون میگم شما باید حدس بزنید که واقعا چی میتونه باشه پس ویدیو رو جلو نزنید که براتون اسپایل نشه سابسکرایب کردن فعال کردن زنگوله لایک و کامنت انگلیسی رو فراموش نکنید به اشتراک گذاشتن لینک این ویدیو برای دیگران مخصوصا کانال های خانوادگیتون کمک شما برای بالاتر بردن آگاهی و سلامتی جامعه خواهد بود سپاسگزارم از شما بدون اطلاف وقت بریم ببینیم که میتونید حدس بزنید این غذا چیه یا نه اولین مورد میزان کربوهیدرات و قند این ماده غذایی اگر از همراهان قدیمی من باشید با عوارز مصرف غذاهای پر کربوهیدرات آشنا هستید حالا هر صد گرم این غذا 40 گرم کربوهیدرات داره و شاخص گلایسمیش 75 به بالاست پس با مصرفش قند خون شما رو سریعا بالا میبره مقاومت به انصاری نجاد میکنه و خطر کبد چرب و دیابت رو افزایش میده مورد شماره دو آکریلامایده آکریلاماید زمانی به وجود میاد که شما پخت و پز با دمای بالا داشته باشید مثل سرخ کردن، برشته کردن، پس وقتی به این ماده غذایی زیاد حرارت بدید نوروتوکسینی به نام آکریلاماید ایجاد میکنید که این برای شما آغاز مشکلات و دردهای عصبی سوزن سوزن شدن وزوز گوش آلزایمر و زوال عقل خواهد بود مورد شماره سه اینه که در این غذا نشاسته و چربی با هم در حرارت بالا ترکیب میشن هر زمان که شما یک نشاسته یا کربوهیدرات رو با چربی یا پروتئین ترکیب می کنید و بهش حرارت میدید گلایکیشن به وجود میارید یک ترکیب واقعا چسبناک و واقعا خطرناک که روی اعضای مهم بدن شما تأثیر منفی میذاره و فعالیت سلول هاتون رو مختل میکنه مثلا در آزمایش قندخون هم همین مورد رو میان بررسی میکنن یعنی آزمایش 1 سی شاید تا الان فکر میکردید که با این آزمایش فقط میزان قند شما در چند ماه اخیر بررسی میشه اما در اصل این آزمایش میزان گلایکیشن هیموگلوبین که یک پروتئین رو مشخص میکنه یعنی نشون میده که اساسا چه مقدار از این هیموگلوبین شما به قند چسبیده مورد شماره چهار سم گلایفوسید قبلا در مورد این سم در یکی از ویدیوها صحبت کرده بودم عزیزانی کامنت گذاشتن که اصلا اینطور نیست کسی در ایران از این سم استفاده نمیکنه اصلا وجود نداره همچین چیزی رو اشتباه میکنید اتفاقا خیلی هم وجود داره خیلی هم استفاده میشه و شما میتونید با یک جستجوی ساده از رایج بودن این محصول در بازار ایران آگاه بشید این سم رو مستقیما به گیاه اسپری میکنن و اگر در موردش تحقیق کنید میبینید که میگن اصلا برای انسان خطری نداره اما چیزی که به شما نمیگن اینه که آیا برای میکروب دوستانه بدن ما هم بی خطره؟ آیا این سم میتونه این میکروب‌های دوستانه رو از بین ببره؟ بله آیا سلامت ما به این میکروب‌های دوستانه وابسته هستن؟ بله حالا مواد غذایی که مقدار زیادی از این سم رو روی اونها اسپری میکنن شامل سویا، گندم، لوبیاها، چقندر قند، سیب زمینی، ذرت و جو. مورد شماره 5 چربی های ترانس. در بد و بودن چربی های ترانس که شکی نیست. این چربی ها آسیب های زیادی به اندام های داخلی بدن شما وارد می سلولهای سلول های شما و رگ هاتون رو سفت می کلی مقاله درباره سرطان زا بودنشون خوندم. این ماده غذایی ما سرشار از جربی های ترانس و اگر بیرون از منزل میلش کنید خطر ابتلا به سرطان چندین برابر میشه چون معمولا اونها چندین بار و حتی چندین روز از یک روغن ثابت برای سرخ کردن این ماده غذایی استفاده میکنن اگر بیشتر از یک بار از یک روغن ثابت استفاده کنید مخصوصا روغن های گیاهی، روغن ذرت، روغن آفتابگردان و بعد بیایید مرتبا با همون روغن غذاتون رو مجددا سرخ کنید اکسیدیشن بیشتر و بیشتر ایجاد میشه که همین یک علت اصلی التهاب در بدن به حساب میاد حالا مرتبا در بدنت التهاب وجود داشته باشه چی میشه خطر ابتلا به سرطان بالا و بالاتر خواهد رفت خب پس ما ماده غذایی داریم که با گلایکشن فعالیت سلول های شما رو به هم میریزه فشار خون شما رو افزایش میده براتون چربی های ترانس که سرطان زا هستن فراهم میکنه محصولی که مقدار زیادی کربوهیدرات داره و قند خون شما رو سریعا بالا میبره کبد شما رو چرب میکنه و یکی از علتهای مهمه چاقی شکم و پهلوهاتونه غذایی که مقاومت به انسولین ایجاد میکنه و شاخص گلایسمیه بسیار بالایی داره و این که اکثر مواقع با سوسه گوجه فرنگی خورده میشه حالا میتونی حدس بزنید این ماده غذایی چیه سیب زمینی سرخ کرده محصولی که سرشار از گنده و خدا میدونه در چه روغنی و برای چندمین بار سرخ شده حتما خودتون این ماده غذایی رو سرخ کردید و دیدید که مثل یک اسفنج تمام روغن رو به خودش میکشه همه اون اسیدهای های چرب اومگا 6 رو که بسیار التهاب آورن رو جذب خودش میکنه. بله تمام این خصوصیات بعد واقعا در این ماده غذایی وجود دارند و بدتر از اون شما هیچ وقت فقط سیب زمینی سرخ کرده نمیخورید که کنارش ساندویچ هم دارید کنارش نوشابه هم مینوشید سس گوجه فرنگی هم که به مقدار زیادی استفاده میکنید و خب حتما سس گوجه سالمه دیگه همون گوجه فرنگیه فقط آبش رو گرفتن و برای سلامتی مشکل ایجاد نمیکنه درسته معلومه که درست نیست یک قاشق غذاخوری سس گوجه فرنگی قند بیشتری نسبت به یک بیسکویت شکلاتی داره این سس اساسا شربت ذرت با فروکتوز بالاست که اینم یکی از علتهای مهم ابتلا به کبد چربه در بهترین شرایط سس گوجه فرنگی رو از مخلوط کردن رب گوجه فرنگی قلیز با آب، شکر، سرکه و نمک تهیه می طبق معمول روغن گیاهی اضافه میشه و در حرارت بالا قرارش میدن. اون بیرون عزیزان دلم غذاهای بد دیگه هم وجود دارن میخوام بدونم که از دید شما چه غذایی خیلی بد و مزره حتما برام زیر این ویدیو کامنتش کنید خیلی لطف میکنید اگر این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون ارسال کنید تا دست به دست هم به دیما آگاه سازی کنیم اگر میخواهید با سالمترین غذاهای موجود برای افزایش سلامتی و آب کردن چربی های شکمیتون آشنا بشید همین الان این ویدیو رو نگاه کنید دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید در این ویدیو میبینمتون